در آیت 102 سوره الکهف قرار داریم. افحسب الذين كفروا آیا گمان میکنن کسانی که کافر شدن ان یتخذوا کبیرا عبادی بنده های مرا من دونی غیر از ما اولیاء خدا و معبود ان اعتدنا یقینا ما تهیه کردیم و آماده کردیم جهنم را برای کی؟ برای کافرین. نزولا چی معنا؟ نزولا مهمونی. متوجه هستی؟ ما این کلمه نزولا مهمونی را میگه این به شکل توهین است برشان. متوجه هستی؟ یک نفر تو بیاد میتو یک چیز دقیقه تو دیگه مطلب برعکسش مطلب است. نزولا مهمونی ما جهنم را برشان مهمانی ساختیم. اتانسته؟ جایگاه و قرارگاه از اینها را چی ساختیم؟ جهنم ساختیم. آلی ببینید که انسانی که بسیار تاوانگر و خسارت کننده است کی است؟ زیانی ترین انسان کی است؟ آل تعریفش ببینید. قل هل ننبئكم تو بگو ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مردم بگو هل ننبئكم آیا ما به شما خبر بتم بالاخسرین اعمالا به کسی که اعمالش بسیار زیاد با خسارت و تاوان روبرو است آیا شما ما شما را خبر بتم در مورد از او انسان چه قسم مردم هستن کلمه الذين کسانی هستن که ضل سعیهم فی الحیات الدنیا از بین رفت سعیهم کوشششان فی الحیات الدنیا در زندگی دنیا یک تعداد مردم از سعی میکنن کوشش میکنن اما سعی و کوشش مطابق رای پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیست و مردم متاسفانه هم دنیای خود را دست میتن و هم آخرت خود را دست میتن اگر عمره میکنی اگر حج میکنی یا نماز میخوانی تو بفهم یه طور نشه که مصرف و تاوان و کل مسائل تکلیف زمین بالاخره هیچ الذين ضل سعيهم کسانی که گم شد یا زایی شد سعی و کوشششان در زندگی دنیا و هم یحسبون و اینها گمان میکنن که انهم اینها یحسنون صنعن کار خوب میکنن گمان میکنن که کار ما خوب است سعی و کوششون باطل شده و از بین رفته اونا کی هستن؟ اولئک الذین کفروا کسان هستن که کافر شدن به چی؟ ایمان نوردن به آیات ربهم به آیتها به آیتهای پروردگارشان آیات واضح را قرآن در قرآن کریم توسط پیغمبرش آمده که سعی کنه شما عبادتتون متوجه کسی دیگه نسازین این کلمه را من میخوام که همیشه شما در ذهنتون باشه ما بسیار آیت ها داریم که عبادت باید محضن خاص متوجه الله جل جلاله باشه عبادتتون متوجه هیچ کسی دیگه نسازین در غیر از او تو دقیقت کسی دیگر را به خداوند برابر می سازی و این بسیار خطرناک است. بنابراین اینا کسایی هستند که به آیتهای پروردگارتان به آیتهای پروردگارشان ایمان ناورده با وصف که خوب روشن و واضح هم بود و ایمان ناوردن یکی به آیتهای پروردگار و لقائهی به ملاقات و روبرو شدن در روز قیامت با پروردگارشان از این هم منکر هستن به این هم ایمان ناوردن این اطور مردم هستن فحبطت اعمالها از بین رفت اعمالشان در دنیا سعی و کوشش میکنن بعضی مردم هست به غیر از خداوند سجده میکنن شاید بسیار سفران کنن شاید زحمات و مسائل بکنن یا مسلمان است یا غیر مسلمان است در مسلمان هم مردم ما داریم که
عبادتش متوجه کسی دیگه است، متوجه خداوند نیست، ریا میکنه. یا ریا میکنه یا به شک به غیر خداوند سجده میکنه، به غیر خداوند خدا خم میکنه، دیگه میکنه، دیگه میکنه. در مسلمان ها همین تو چیزا وجود داره. فحبطت اعمالهم، از بین رفت اعمالشون. فلا نقیم لهم، ما نمیتیم. کلمه آخر آیت ببینین وزنن، فلا نقیم، ما اقامت نمی کنیم، ما برزی نمیتیم وزنن، هیچ وزن. فلا نقیم لهم، ما نمیدهیم برزینا یوم القیامت، در روز قیامت وزنن، هیچ نوع وزن. اعمال از اینا در ترازوی عمل صالحشان هیچ وزن ندار، به خاطر که ایمان نوردن و به خاطر که از ملاقات پروردگارشان چی است؟ اینها منکر هستن و ایمان نوردن. ذالک جزاؤهم جهنم، آن جزایشان است جهنم. چرا؟ بما کفر، به خاطر که کفر را انتخاب کردن. یعنی خداوند بی مورد داخل دوزخ نمی سازد. بما کفرون، این حرف با در کلمه بما، این بما باید سببی میگه، به سببی که کفر را انتخاب کردن. دیگه چی کردن؟ و اتخذو، و انتخاب کردن یا گرفتن آیاتی، آیتهای مرا، و رسولی و پیغمبرهای مرا، هزو و استهزا و مسخره. بالای کتاب ما، آیتهای ما و بالای پیغمبرهای ما، اینا چی کردن؟ استهزا کردن، مسخره کردن. به خاطر از این گپا، اعمال از اینها پیش خداوند جل جلاله هیچ وزن نداره و جزای از اینها چی است؟ جزایشان جهنم است. بعضی احادیث را من اینجا پیش خود دارم. یک حدیث است که امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیهما توسط امام ابو هریره رضی الله عنه روایت کردن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی می فرماید؟ میگه که انه لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامت، میگه در روز قیامت یک آدم ببینی که همطور بسیار جسامت و بادی کلام در و خوب چاق سمین و چاق و کلان است. لا یزن عند الله جناح بعوضه، پیش خداوند به اندازه یک بال پشه هم وزن ندارد. به خاطر که چی کرده؟ عملش خوب نبوده، ایمانش درست نبوده. پس آدم چی کنه؟ طرف او کسی که آدم این قسمی که در حدیث آمده، آدم به او فریب نخوره. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه از جمله صحابی است که گفتیم قرار گفته خودش که در اسلام من ششم نفر بودم که من مسلمان شدم، عبدالله ابن مسعود. او بسیار لاغر و همونطوری چی بود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در معنای حدیث در مورد عبدالله ابن مسعود میگه که طرف باریکی ساق پای از این نبینین که چقدر باریک و خرد است، این پیش خداوند وزن از بسیار زیاد است. ششم نفر بوده که اسلام آورده، به اندازه کوه احد اقدرا امی ساق خرد از کوه احد کرده، پیش خداوند وزن از زیاد است. اگر جسم ما در راه اطاعت و عبادت خداوند ضعیف میشه، ناتوان میشه، این جای عیب نیست. همه بی زور رفتنی هستیم و خاک شدنی هستیم. امی حدیث در این مورد کافی است که انسان توجه و چیز خود طرف چی کنه؟ طرف امو عبادت و پرستش الله جل جلاله بگرده. این چند آیت متبقی سوره کهف هم آیات مهم است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا،
إن الذين يقينا وبدون شك كساني كي چي كردن كساني كي إيمان آوردن وعملوا الصالحات وكارهاي خوب كردن عمل صالح كردن عمل صالح يعني چي دو شرط دار عمل صالح کدام کدام است او؟ چی رقم دو شرط داره او؟ عبادت پروردگار دو شرط اساسی چی است؟ شرط اولش در عبادت عمل صالح او عمل را میگه که خاص به خاطر الله جل جلاله. این کلمه خاص همیشه به ذهنتان باشه. شرط دومش این است که مطابق رای سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله. این دو تا عمل صالح تشکیل میده عمل صالح. کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن کانت لهم جنات الفردوس هست بر از اینها جنت های فردوس نزولا کلمه نزول پیشتر گفتن که مهمانی این یک نوع مهمانی و دعوت است که الله جل جلاله بر از این مردم مهیا کرده و برابر کرده فردوس چی معنا؟ جنت فردوس جنت فردوس چی معنا؟ ببینین که در حدیث چی میگه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مورد جنت فردوس چی میگه؟ اذا سألتم الله وقتی که شما از خداوند خواستین اذا سألتم الله الجنت وقتی که جنت خواستین از الله فسألوه الفردوس طلب فردوس کنید فردوس بخواین از الله چرا؟ فإنه أعلى الجنة بلندترین درجه جنت الفردوس است و اوسط و در وسط جنت است و منه تفجر انهار الجنه از منطقه فردوس دریاها و نهرهای جنت از موج سرچشمه میگیره شروعش از موج میشه این معنای جنت الفردوس است علما در مورد جنت به شکل عام و فردوس به شکل خاص ایره الله جل جلاله بر کسی که صاحب ایمان است و کسی که صاحب عمل صالح است اینطور یک جای را وعده کرده که عبارت از جنت است یا جنت فردوس است کلمه نزول گفتن که مهمانی جهنم برای اهل کفر مهمانی است و فردوس و یا جنت ای بر اهل ایمان و دارای عمل صالح ای بر کی؟ بر از اینا میمانی هست یک حالا چند جمله هم چند کلمه نوشته کرده که شما فکر کنید که امی منظره رو شما به ذهنتان بیارن میمانی الهی بر مؤمن چی شکل است؟ که هم دلت و هم بدن و جسمت آرام و راحت باشه امی حالت شما چی کنید؟ در ذهنتان بیارن هر چیزی که نفست اشتها داره و هر چیزی که چشم تو را سرد می سازه و خوش می سازه هر چیزی که باشه خانه ها و منازل بسیار زیبا و مقبول است باغ های سبز است امی منازل شما فقط دقت در ذهنتون آورده برین و درخت های پر از میوه است پرنده ها در اوجا در حالت امو خواندن است میخوانند خوراک های لذیذ و نوشابه های که اشتها آور است و خانم هایی که الله جل جلاله حور عین او را توصیف کرده و خدمتگزاران این خدمتگزارا هم و دریاها دریاهای مختلف جمال و حسن طبیعی هر طرف جمال و حسن طبیعی و معنوی و این نعمت دائم نعمت دائمی است شما در مجموع امید چیزایی که امید شما در ذهنتان بیاره از همه از این چیزها کرده بلندتر ای که الله جل جلاله از تو راضی باشه وقتی که الله از تو راضی شد باز باد از او تو مستحق قضی میشی که
به وجه کریم الله جل جلاله سیل کنی و ببینی به طرف وجه الله جل جلاله که ما نمیفهمم که به چی شکل خواهد بود. بلندترین نعمت وقتی که یک جنتی از تمام انواع از این نعمت ها برخوردار میشه، باز بعد از او الله جل جلاله میگه یک نعمت دیگر هم بر شما میتونم. جنتی ها میگه که ما خو هر چیز به ما رسید، از این که بیشتر دیگه چی خواهد؟ باز او میگه خیلی من خود بر شما نشان میتونم. او از تمام نعمت ها قدر بلندتر است. او را که جنتی میبینه یه دیگه نعمت هایی که از این کلش فراموش میشه. دعا میکنه که الله جل جلاله از این نعمت ها ما شما رو برخوردار بسازه و ما توفیق ایمان خالص و توفیق عمل صالح نصیب بگردانه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. کلمه نزلا در بالا در آیه 102 هم ذکر شد و در آیه 107 هم ذکر شد. خالدین فیها و این جنتی ها برای همیشه و برای ابد فیها در جنت خواهد بودن. لا یبغون اینا نمیخواهند. کلمه لا یبغون نمیخواهند. عنها از این جنت ها حوالا نمی خواهند که تحول صورت بگیره. من به خاطر کلمه تحول که ما شما میگن تحول آمد، یک تحول شد، نمی خواهند که حالت در این حالت تحول صورت بگیره، همین حالت به می شکل باشه. این جنتی ها نمی خواهند. در آیت بعدی الله جل جلاله امو فراخی و وسعت علم خود را بیان میکنه. چقدر علم زیاد داره، چقدر دارای حکمت زیاد است و علمش چقدر وسیع است. قل تو بگو ای پیغمبر، لو کان البحر مدادا، اگر یک بحر رنگ قلم باشه، لکلمات ربی بر کلمه های الله جل جلاله. فکر بو که یک بحر است، تمام یعنی کلمات و سخنهای الله جل جلاله را توسط رنگ بحر تو نوشته می کنی. لنفد البحر، ای بحر، ای آب بحری که به رنگ قلم تبدیل شود، لنفد، ای خلاص خواهد شد. قبل ان تنفد کلمات ربی، پیش از اینکه سخنهای پروردگار ما خلاص شود، هنوز رنگ بحر خلاص خواهد شد، آب بحر خلاص خواهد شد. ولو جئنا بمثله مددا، اگر ما بیاریم به مثل از این بحر مددا دیگر رنگ قلم، یک بحر اگر رنگش آبش خشک میشه، مثل از این تو اگر بحر دیگر هم بیاری که کلمات الهی، حکمت ها و علم الهی خلاص شود، این رنگ های بحرها خلاص خواست شد، ولی کلمات الله جل جلاله این ختم نمیشه. امی مطلب را در آیت دیگه الله جل جلاله در سوره لقمان، امی مطلب را در سوره لقمان در آیت 27 ایره الله جل جلاله برای از اینکه ذهن انسان ها روشن شوه ایره به چی شکل بیان میکنه، چی میگه. اگه پیدا میتونه خوب، اگه نمیتونه فقط گوش بگیرین. الله جل جلاله دوجا میگه که ولو انما فی الارض من شجرت اقلام، ای بسار جالب است، میگه اگر در روی زمین هر قدر درخت است، تمام درخت های روی زمین به قلم تبدیل شوه، والبحر یمده و بحر برنگ قلم تبدیل شوه. متوجه است چقدر درخت است و رنگ آب بحر به قلم تبدیل، رنگ قلم تبدیل شوه. یمده من بعده سبعت ابحر، هفت بحر دیگر به رنگ قلم تبدیل شوه،
ما نفدت كلمة نفدة وينفد دي جم ذكر مشى وهو جم ذكر مشى ما نفدت كلمات الله خلاص نمشى سخنه الله إن الله عزيز حكيم خداوند قوي و بالا دست است حكيم با حكمت است بناء علم الله جل جلاله بساو مسيح است حكمتش بساو مسيح است فکر کنید چیزی درخت هایی که در روی زمین است شما ایره به قلم تبدیل کنید نمیتونه که علم الله جل جلاله خلاص کنه و انسان بسیار عاجز است که اینقدر توانایی داشته باشد در آیت آخری سوره الکهف الله جل جلاله مطلب مهم دیگر بیان میکنه در آیت پیشتر هم کلمه قل ذکر میشه بازم قل میشه ما را توسط پیامبر خود ما را تعلیم میده که شما چی علمتان از کجا بگیرین و با چه شکل باید باشه قل تو بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم به مردم بگو که انما انا بشر مثلكم یقینا من یک انسان هستم مثل شما اینه متوجه هستین شما؟ یکان دفعه یکان گب بزنی یکان مردم میگه والا ایچه که بیاده بس پیغمبر انسان مثل ما گفت ای خود توهین میکنه ای درست نیست توهین نیست خداوند میگه به مردم بگو که انما یقینا انا ما تو بگو که ما که هستم بشرون ما بشر هستم ما انسان هستم مثلکم مثل شما من نان میخورم ما آب می نوشم ما با زنها ازدواج می کنم ما در بازار می گردم ما عبادت می کنم ما استراحت می کنم ما روزه می گیرم ما افطار می کنم من مثل شما و یک انسان هستم ما بندی خداوند هستم شما اطور نکنید که یک چیز من از یک چیز دیگه جور کنه در آیت اول سوره کهف الحمدلله الذی انزل علی عبده شکر برای الله جل جلاله که روان کرد با این کرد کتاب رو بالای کی؟ بالای بندیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم بندی الله جل جلاله است مثل ما ور انسان است هیچ وقت فکر نکنیم که الله است یا معبود است درست است که انسان است بهترین انسان ها است سردار انسان ها است ولی باز هم ببینید که متوجه باشین که مقامش بسیار بلند است ولی به خداوند نمیرسه اینه ما شما دقیق متوجه باشین این مطالب او مثل شما واره یک انسان و یک بشر است فرقش چیسته که یوحا الیه به ما وحی میشه فرق ما با پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینمی است که به ما وحی نمیشه و به او وحی میشه او پیغمبر است و ما پیغمبر نیست با او وحی به چی شکل میشه؟ یوها الیه به ما وحی میشه که انما الهکم اله واحد یقینا پروردگار شما یک اله است اله واحد است استاد اکسار اینه بانی در قرآن در حیات نکسر منکر چه کافر کی اینه بانی که در حدیث منکر سیخون ده حدیث ده انکار نه نه سو که نکافر کیگی ده قرآن ده آغا نه سر کافر کیگی صحیح حدیث همه صحیح حدیث نه منکر ده حدیث آغا نده کافر نده خو زین شان لروس آغا ده حدیث به ذریعه فرض شوه توجیه ده تکیتا حقا شایسه ده حدیث به ذریعه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم به ذریعه فرض شوه او سو که از ده فرض نده نو دا هم بیا د دین نوځي ورسره فکر دې په توجیه دې چې کړه فمن کان یرجو لقاء ربه هر کسی که امیدوار است که او روبرو میشه با الله جل جلاله هر کسی که امیدوار ثواب ثواب است از طرف الله جل جلاله
وأز هزابش ميترسا فمن كان يرجو لقاء ربي هر كسي كي أميدوار يزيسا كي با ثواب از طرف الله جل جلاله برش رو برو میشه هر کسی که امید از این کار را داره او چی کنه؟ فلیعمل عمل صالح باید عمل صالح کنه در تلاش عمل صالح باشه ولا یشرک بعبادت ربی شرک نکنه در عبادت پروردگارش شریک نسازه احدا هیچ کسی این آیت را به شروع آیت ارتباط بده خداوند به پیغمبرش امر میکنه که در عبادت پروردگار خود مردم بگو در عبادت پروردگار خود هیچ کسی را امرای الله شریک نسازه در آیت های مکی قبل از هجرت الله جل جلاله زیاد آیت ها را قصه ها را به این خاطر بیان میکنه که مردم از عبادت غیر الله مردم باید دور شد استاد در حدیث در سمو بولی پیغمبر سلام تخلو وحی رد نیه نو پیغمبر بسید سویلی خودی الله غیر ولی نه نو در غنم انکار کفر نکی در حدیث یو خدا در سرای در پیغمبر سلام در نبوت نه اگه که تو پیغمبر نه اگه درد اگه در دین نوزی خود لکه څنګه چې ما ویلي منکر د قرآن هغه د مسلمان نه ده او منکر د حدیث ده ځکه چې د احادیث دومره قطعي او ثابت نه ده لکه چې قرآن ثابت ده د قرآن په ثبوت کې هیڅ شک نشته هیڅ اما د احادیثو په سلسله کې ذکرش مثلا دغسی مراحل پیتیر شوی دغل خاطره نفسو کوایس مثلا زوی مطمئن نایم یادا یادا بیا حکم فرق در قسمت سوری الکهف امو مسائلی که ما ذکر کردیم که تلاوتش است در روز جمعه حفظ ده آیت اولش است و غیره مسائلی که یاد شد ایره ما شما باید چی کنیم اینا ما ایره خواندیم و خلاص کردیم آل وقت از این رسیده که ما عمل کنیم روز جمعه باید حتما اگر صبح شد تا شام ما باید نیم ساعت یا یک ساعت تخصیص کنم که ما باید حتما باید تلاوت کنم ده آیت اولش ما تو باید حفظ داشته باشیم و غیره مسائلی که اینا ایره شما چی کنین ایره شما با فامیل با اولاد کسی ذوالقرنین کسی یاجوج و ماجوج کسی موسی و خضر این مسائل شما چی کنین مطرح کنین تا اینکه در زندگی ما شما تاثیر مثبت پیدا شه استاد باشم کلمه لقاء داجنش دریجه دو دفعه ذکر شد یکی خود داری چیز یکی در آیت 110 ذکر شد و یکی در آیت 105 لقا خودت رسته خواه لقا ملاقات را میگه روبرو شدن را میگه هر کسی که منکر است از مثلا در این شکل نیست که در روز قیامت الله جل جلاله به یک شکل از اشکال در روز قیامت با بنده ها گپ میزنه گپ زدنش به دو قسم است یکی که به رضایت و به محبت گپ میزنه و یکی است که او به رضایت و محبت گپ نمیزنه در حالی که از او ناراض می باشه و جزای از او واضح می باشه به این شکل امروز ما گفت می زنم پس کلمه لقا ملاقات را میگه یا روبرو شدن را میگه مفهوم از این ایمان به روز آخرت است کسی که به روبرو شدن یا موجود بودن در اوجه ایمان داشته باشه معنیش چیزی که به روز آخرت ایمان داره اگر کسی مؤمن است او به
قسمی که در آیت آخرش میآید کسی که به نعمت الهی ایمان داره او باید چی کنه؟ کسی که میخواه به اون نعمت رو بروشه باید ایمان داشته و باید عمل صالح کنه. پس کلمه لقا در یک حدیث دیگه در اینجا هم هسته که ما ایره پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه که من احب لقاء الله، هر کسی که دوست داره با خداوند روبرو شوه، احب الله لقاءه، خداوند هم دوست داره که با این ملاقات کنه، با این روبرو شوه. و من کره لقاء الله کره الله لقاءه، هر کسی که دوست نداره با خداوند روبرو شوه، خداوند هم دوست نداره که با او روبرو شوه. بس کلمه لقاء معنای عامی از این ایمان به روز آخرت است، معنای خاصش اونمو یا نعمت است و یا عذاب است. کسی که ایمان و عمل صالح داشته مطلب از او اونمو نعمت است و جنت است، و کسی که ایمان و عمل صالح نداشته او جهنم و مطلبش عذاب است. ختم سوره الکهف هستیم که در اینجا گفتن که مسائل ایمانی توحید و ایمان به روز آخرت در این صورت ها مطرح شد، و بعد از این مطلب ما یا درس دیگه که هست در چیز است در سوره الحجرات سپاره 26 یک صورت مدنی که به مسائل زندگی اجتماعی ارتباط داره ما رو انتخاب کردیم که ببینیم که سپاره 26 ببینید شما در قرآن کریم که پیش ماست صفحه 515 است. سپاره 26 صفحه 515 یافتین؟ بله. شاید صفحات فرق کنه، اگر نمیشه در فهرستش ببینید سوره الحجرات رو بکشیم. شروع سوره از چی هست؟ شروع یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. پیش از اینکه موجه دوام بتیم من یک چیز دیگه به دست ما آمد شما امیر از نظر تیه کنین ایسی بیا که ورق بگیرین شما ما که اضافه سی؟ و دستان آمد ایسه ای کپی چیز نشده نوشته است Protection from Magic، دعای ضد جادو و ضد سحر و ضد نظر یا مرض یا هر چیز، یک دعای بسیار مهم و اساسی است. من انشاءالله اگر بتونم که باز مانای زیره می چی کنم شما ببین که در اینجا من مختصرا می خوانم شما مانا می کنم که اللهم رب الناس، یعنی هر کس میتونه که را برای خود و برای فامیل دعا بکنی. بعد از نماز دستت به طرف الله جل جلاله بالا میکنی، ضرورت نیست که سفرهای طولانی کنی و بعضی کارهای دیگه کنی، فقط ارتباط ما باید همیشه با الله جل جلاله مستقیم باشه. چی میگه وای کل احادیث است، هر دوش احادیث صحیح است که اللهم ای پروردگار، یا الله رب الناس، تو پروردگار مردم هستی، اذهب البعث، همین مرض و تکلیف را از بین ببر، این را دور کن، اذهب البعث،
اشفي شفابتي انت الشافي تو خودت شفا دهنده هستی. کلمه شفا رو متوجه هستین؟ ما یکان دفعه شفا میگیم، شفا دیگه چیز میگه و شفا دیگه چیز میگه. خدا تو رو شفا بده. شفا در حقیقت در قرآن کریم میگه که امی به اصطلاح کناره على شفا جروفن هر، امی کناره یا گوشه یک چیزی که در نوک و دهنش که باشه. توجه هستین؟ شفا نه شفا بوده. اشفه شفا بته انت شافی، تو شفا دهنده هستی. لا شفا، اصلا شفا وجود نداره الا شفا او که نگر شفای تو. پس تو اشفه شفا، ان تو شفای بته، صحت بته. لا یغادر سقما، که ای نمیمونه تکلیف و مرض را. اینه میشه تو به خودت هم دعا کنی، هر جایی که درد و تکلیف داشته باشه امو جبان امی دعا را بخون. حدیث دیگه از کلمهش واضح فهمیده میشه، کلمه رقیه است. نه ما شما میگم بیاین به من رقیه کن، به من دم کن، یعنی دعا بکن. چی میگن؟ میشه که خودت هم رقیه کنی و کس دیگر هم رقیه کنی. چی میگی؟ بسم الله ارقیک، ما به نام الله جل جلاله تو رو رقیه میکنم، دعا میکنم برای تو که جور شوی. متوجه هستین؟ همیشه ما ارتباط خود با پروردگار خود نگاه میکنیم. به نام تو ای پروردگار، ما تو رو رقیه میکنم. به هر کسی که میگی بسم الله ارقیک، به نام الله ما تو رو رقیه میکنم. از چی؟ من کل شیء، از هر چیزی که یؤذیک، بر تو اذیت و تکلیف میرسانه. یؤذیک، بر تو اذیت و تکلیف میرسانه. و من شر، و از شر کل نفس، از شر هر انسان. درست است؟ متر رقیه میکنم از شر هر چی؟ انسان، هر نفس. او عین حاسد، یا از هر چشمی که حسد کننده است. درست است؟ و ما کامن ماندیم الله یشفیک، خداوند تو را شفا بده، الله تو را شفا بده. بسم الله ارقیک، به نام الله جل جلاله ما بر تو رقیه میکنم، ما بر تو دعا میکنم که تو را چی کنه؟ صحت و جانجوری بده. چون پیش خودی را یک نوت گرفته بودم، اگر میخوای که دعا بکنی با اخلاص و با وضو، سوره یونس آیت 81 و 82 را تلاوت کن. مانایش خدا برسان و تلاوتش کن. درست؟ من ریسایت نمیشته کده. تلاوت کن. بعد از بعد سوره الاعراف، در سوره الاعراف از آیت 118 الى 122 ایره باز کو، ایره تلاوت کو، مانایش بخوان. سپاره 9. از او گذشته در سوره طه آیت 69 رو بکش، سپاره 16. او رو شما تلاوت کنید. باز بعد از او گفتیم که تلاوت کو سوره الفلق، سوره الناس و سوره الفاتحه را. از او گذشته از گناه خود را دور نکن. در فامیل مرض و تکلیف و مشکل است، یکی راه های حل یست که انسان خود چی کنه؟ از گناه خود دور نگاه کنه. دیگه چیزی که نشته است که raise your hands، دستایت بالا کن مستقیم به طرف پروردگار. و دیگه چیزی که از کار صبح و شام ایره بخون، ایره تلاوت کن. صبح که مجرده که از خواب میخیزی، الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا و الیه النشور، اولین کلمه که از دانت مبره امی باید باشه. هنوز بر وضو نخیستی، بر هیچ چیز نخیستی،
ضرورت نیست که برای وضو هم بکنی. اولین جمله که میگیره بود، اولین قدمی که از دروازه خانه میبرایی، بسم الله، بسم الله، این کلمه را سرش را به نام پروردگار، بسم الله توکلت علی الله، بالای پروردگار من توکل میکنم، ولا حول ولا قوه الا بالله، تمام قوتو هر چیزی که هست مربوط به الله است. پس از کار صبحشان زیاد است از کار در هر قدم ما چی داریم؟ ما چیزای مخصوص داریم. اینه ما باید در زندگی اگر میخوایم که زندگی ما خوش باشه و آرام باشه، دور از تشویش باشه، این چیزهای عملی است. در مورد امی دعایی که آدم از خانه میبره، اگر کسی رو بخونه، در یکی از موارد از یکی از صحابه روایت میشه که میگه که کسی برش گفت که برو که خانه در گرفته، خانه در گرفته برو، یه گفته نه من فکر نمیکنم خانه من در گرفته باشه، کل خانه در گرفته، منطقه در گرفته، نه خانه ما در نگرفته. چرا در نگرفته؟ به خاطر که ما این دعا رو خواندیم. من به یقین هستم، من به فرموده پیغمبر خود من قانع هستم، ایمان دارم. و من گفته وقتی که تو این دعا رو بخونی به تو ضرر نمیرسه. من این دعا رو خواندم، شما برین خانه ما در نگرفته، شما میگین گرفته، من میگم نگرفته. من همه تو یقین کامل دارم. وقتی که میایم میبینه خانه ای در نگرفته و خانه بغل بغلش در گرفته. بنابراین ما ایره چی کنیم؟ به این مسائل وقتی که یقین داشته باشیم و او را به او عمل کنیم، باز بعد از او چی میشه؟ او همونطور میشه. چند دقیقه همونطور توقف میکنیم، باز بعد از توقف انشاءالله با سوره الحجرات با شما شروع میکنیم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. آیا ابلیس از جمله ملائکه است یا نیست؟ اگر انسان امی در درس مسائل اگر زود زود گپ بزنی، من خواهدت من یه سکم زود زود گپ زده نمیتونم. این امی رقم انسان ها رو خدا پیدا کرده بر رقم نقم. یک تعداد مردم هستم تو ماشاءالله تو آمدن میره و تو پر از انرژی هست دیگه. یک تعداد مردم مثل ما سست است، آهسته آهسته گپ میزنن تا اینکه امون مطلب در ذهن ما بشینه. صحیح؟ یعنی میشه که دمی یک و نیم ساعت یک آدمی که بسیار ماهر باشه بسیار مطلب ها را عرض کنه، اما شاید بعض مردم ها او توانایی نداشته باشه. یک ذره گپ زدن ما آهسته هست خوب. هر صورتش در این مسئله که آیا ابلیس از جمله ملائکه بود یا نبود، در اینجا چون دلایل زیاد وجود داره، یک تعداد از علما به شمول عبدالله ابن عباس که صحابی و بچه کاکای پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست، در تفسیر ابن کثیر و غیره تفاسیر ای آمده که ابلیس از جمله ملائکه بود. از جمله ملائکه بسیار گرامی و مقام بلند داشت. بعد از اینکه باز سجده نکرد، معصیت کرد، باز بعد از او اونم باز به ابلیس تبدیل شد که رانده شد و موقعیتش بدل شد. دلایل خود دارن از کن. و یک تعداد از علما میگن که نه، ابلیس بر یک لحظه هم از جمله ملائکه نبود، ابلیس از جمله جن بود. هر کدامش از خود دلایل خود داره. موضوعی که مهم است این است که اگر بگویم که ابلیس ملائکه بود یا نبود، فرشته بود یا نبود، این موضوع گفتن در بینش اختلاف است. موضوعی که مهم است این است که خداوند در پهلوی ملائکه ابلیس را هم از
امر کرد که تو سجده کن، سجده تعظیم و احترام به آدم علیه السلام بکن. این امر بر شیطان، بر ابلیس شد. در جاهای مختلف، در سوره های مختلف، خداوند بر ابلیس میگه که در سوره اعراف مثلا بر ابلیس میگه که ما منعک الا تسجد اذ امرتک. ای ابلیس، وقتی که ما به تو امر کردم که سجده کنی، چرا سجده نکردی؟ ای مطلبش رو میفهمی؟ خداوند به ابلیس امر کرد که تو سجده کو، چرا سجده نکردی؟ شیطان اعتراف میکنه که ها، به من امر شد، من نکردم. جاهای میگه که شیطان میگه که او را خو از گل پیدا کردی و مرا از آتش پیدا کردی. مطابق فکر شیطان یا برداشت شیطان، آتش از گل کرده بهتر است. بنان این مناسب نیست که تو گل بگویی که یا آتش بگویی که یک چیز بهتر است، بر گل سجده کن. من به او خاطر سجده نکردم. در این موارد بسیار آیت ها داریم که خداوند بر شیطان میگه، بر ابلیس میگه چرا سجده نکردی؟ چرا او کسای دیگه که سجده کردن، چرا امروز از اونا سجده نکردی؟ بناهن آیا ابلیس از جمله ملائکه بود یا نبود؟ نظریات علما به او شکل است. اما بر ابلیس امن خداوند جل جلاله متوجه بود، سجده نکرد و از جمله استکبر و کان من الکافرین، کبر کرد و از جمله کافر شد. اینم قدر کافی است ذکر بیشتر. دلایل بیخی زیاد است که این چرا میگه که از جمله جن نیست و این میگه چرا از جمله جن است. هر کس از خود، یا این چرا از جمله ملائکه است، این چرا از جمله ملائکه نیست، هر کس از خود دلایل داره. در بین علما از زمان صحابه این اختلاف در بین است. در بین در سوره کهف آمده گفته که چه در سوره کهف میگه که از جمله جن است، کان من الجن، دلایل زیاد است. ما دلایل اگر پیش بریم با دلایل زیاد است، منتها دو نظر است. ابلیس از جمله ملائکه است، این دلایلش است. ابلیس از جمله ملائکه نیست، این دلایلش است. گذشته از این اختلاف، الله جل جلاله به ابلیس امر کرد که تو سجده کو، سجده نکرد، کبر کرد. این منطقی که پیش کرد، این منطقش به منطقی است که تو میگی که از گل که آتش بهتر است، چی فضیلت داره؟ خوبیایی که در گل از در آتش نیست، تو چرا میگی که آتش از گل که بهتر است؟ اینه تو چرا میگی؟ این منطق درست نیست. بین مختصر چند دقیقه در سوره الحجرات صحبت میکنیم و انشاءالله که باز توقف میتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیدا کردین سوره الحجرات؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أول سورة حجرات را چرا سورة حجرات ميگن؟ بخاطر كه حجرات جمع حجره است و حجره اونمو اتاقها و خانه هایی كه مربوط پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و در اوج امهات المؤمنین، ازواج پاک پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکردن. به خاطر اونمو اتاقها این سوره به نام الحجرات نامیده شد. این به خاطر چیزش وجه تسمیه که چرا این الحجرات میگه. این آیت هایی است که بعد از هجرت نازل شده. ببینید که در اینجا بعض علما میگه که یکی از نامهای از این سوره، سوره آداب است، سوره اخلاق است. در این آداب و اخلاق نشان میده کمتر مسائل ایمانی مطرح میشه، مسائل عقیده کمتر مطرح میشه. به خاطر که در 13 سالی که در مکه تیر شد، در اوج عقیده صحابه پخته شد، محکم شد، آماده شدن که آداب و اخلاق اسلامی را اینها به خوبی قبول کنن و بپذیرن. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اند، ای مؤمنان،
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله شما پیشگیری نکنین نزد الله جل جلاله و نزد پیغمبرش به این معنا یا یک اصطلاح دیگه ما شما دارین که پیشپزکی نکنین شما در یک مسئله انتظار کنین که حکم الله چی است و حکم پیغمبرش چی است شما از خود فتوا ندین شما پیشپزکی نکنین یا شما پیشگیری نکنین بگذارین که حکم از طرف الله جل جلاله نازل شود پس شما ببینین که حکمی که از طرف پیغمبر می از طرف الله می شما از او به او گوش بگیرین و از سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله شما پیروی کنین و صحابه به این به خوبی در زندگی خود تطبیق کردن وقتی که یک سوال پیدا میشد در مجلس ایتون نمیشد که جوابش از صحابه بده گوش میگرفتن که جواب از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشنون وقتی که نان میامد کوشش میکردن صبر کنن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شروع کنن وقتی که در راه یک جای میرفتن اجازه میدادن که او پیش و از پشت سرش میرد این آداب را با پیغمبر صلی الله علیه وسلم اونا چی میکردن؟ مراعات میکردن واتقوا الله شما بترسین از الله جل جلاله ان الله سمیع علیم بدون شک الله جل جلاله سمیع شنوا است مشنوا هر چیزی که شما میگین او را مشنوا علیم الله جل جلاله چی است؟ عالم و دانا است هر چیزی که شما میگین از او باخبر است یا ایها الذين امنوا میبینین که آیات های مدنی به چه رقم شروع میشه الله جل جلاله به بسیار محبت و بسیار الفت ای کسانی که ایمان آورده اید ای مؤمنان ای کسانی که به ما یقین و باور دارین شما چی کنین لا ترفعوا اصواتكم شما بلند نکنین صداهایتان را فوق صوت النبی بلندتر از صدای پیغمبر وقتی که در مجلس پیغمبر شیشتین از او که آوازتان رو بلند نکنید به آواز پخش به آواز پایین شما چی کنین در مجلس پیغمبر شما صحبت کنین ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض در اینجا مفهوم از چی است شما وقتی که با پیغمبر گپ میزنین شما بعضیتان را به بعضی دیگه وقتی که خطاب میکنین بعضیتان به بعضی دیگه خطاب میکنه و گپ میزنه نامش را میگیره مثلا میگه که یا علی یا خالد یا فلان برای پیغمبر اتون نگوین که یا محمد یا یکی دیگه خودم میگم یک کنیه یک اصطلاح دیگه است که ای پدر فلانی یا ابا حسن یا ابا قتاده و کنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابا القاسم ایتون نگوین که یا محمد یا ابا القاسم ای را شما نگوین قسمی که یکی به دیگیتون این کلمات را استعمال میکنین در برابر پیغمبر ایتون چیزی نگوین چی میگین؟ یا رسول الله یا رسول الله و همیشه صحابه ای را میگفتن که یا رسول الله مر یک راه را نشان بده یا نبی الله توجه استین ولا تجهر له بالقول شما وقتی که قول یا صحبت میکنین که جهر بعضکم لبعض به او بلندی یا به او الفاظ و القابی که در بین یکی دیگیتان استعمال میکنین در برابر پیغمبر صلی الله علیه وسلم این کار شما نکنین قسمی که یکی با دیگه گپ میزنین به او شکل به او گپ نزنین باید یک فرق باشه ما در آخر سوره کهف گفتیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک انسان است یک بشر است خب فرق از او بسیار فرق داره فرقش اینه میسته که به او ما به صفت پیغمبر ما باید ایمان بیاریم
اطاعتش بالای ما شما فرض است. توجه سین؟ درست است که انسان است، اما ای گپ هایست که ما باید دیره، ای آداب را ما باید چی کنیم؟ مراعات کنیم. تا زمانی که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسی ایمان نبیاره و مسلمان گفته نمیشه. انسان هست، اما این صفتاش باید در نظر گرفته شود. ایتون نشود که انسان بگه خب یا من یک انسان هستم، ما من انسان هستم. ایتون نیست. انسان هست که باید به او ایمان آورده شود، از او باید پیروی شود، آداب و اخلاق از او باید آموخته شود و یاد گرفته شود. شما وقتی که همراه از او گپ میزنین، اسمش یاد نکنین، قسمی که اسم یکی دیگه خدا یاد میکنین، اگر این کار را بکنین، ان تحبط اعمالکم. این کلمات در چیز آمد؟ تحبط، حبطت اعمالهم، در سوره کهف آمد، از بین رفت اعمالشان. اما دیج شما اگر صدایتان از صدای پیغمبر بلندتر از صدای پیغمبر ساختین، یا او را به نامش یاد کردین یا غیره و غیره، ان تحبط اعمالکم، این که عملتون، عمل صالحتون از بین میره، عملتون از بین میره. افغانستان که کلی یا محمد یا غلط نیم صلی اللہ علیه و سلم آقا درست نده آقا نوشتن میکنی که مردم میخوانه یک مطلب او یک مطلب دیگه است که وقتی که میگم که یا محمد، ببینین که ما شما باید امیره به صراحت و جرأت گپ بزنیم. هیچ وقت در مساجد که در زمان صحابه جور شده تو کس نوشته نکنه. چرا ما نوشته کنیم؟ چیزی نو هست. توجیه هستی نیره؟ یک آیت نوشته کنه که و ان المساجد لله، مسجدها از الله جل و جلاله، جای سجده هست. کلمه را نوشته کرد دیگه چیزی این چیزایی است که چیزی نو و یا الله یا محمد به خود کلمه یا تنها برای الله کلمه یا مخصوص الله جل و جلاله است بناهن خوب نیست همی گفت لازم نیست یا درست نیست یا علی مدد همش نداز متوجه هستیم ایچ هم خلاصش چرا خود در مشقت پرتیم؟ در چیزی که پیغمبر نکرد در صحابان چرا خود پرتیم؟ اگر امی کار درست می بود خب در زمان صحابه و در زمان تابعین چیزی می آمد وجود نداره چرا ما بر خود یک درد سر پیدا کنیم؟ بنان درست نیست اما آسانش ان تحبط اعمالکم اگر شما این کار کنین شما اعمالتون از بین خواهد رفت بی‌ادبی در برابر پیغمبر باعث از بین رفتن اعمال شما خواهد شد و انتم لا تشعرون در حالی که شما متوجه نخواهد بودید هیچ متوجه نیستی که عملت از بین رفته احساس نمی‌کنی این موضوع را الان که عملت از بین رفته بنابراین این انسان باید متوجه باشه ان الذين يغضون بدون شک کسانی که صدای خود را یا غدون پایین میکنن اصوات و صداهای خود را عند رسول الله در حضور در موجودیت فرستاده الله جل جلاله در موجودیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی که صدای خود را پایین میکنه اولای که این مردم الذین کسانی هستند که امتحن الله قلوبهم لتقوا خداوند آزمایش کرده دلهایشان را برای تقوا یعنی چی؟ اینها در یک امتحان داخل شدن در امتحان کامیاب شدن و صاحب تقوا شدن این هم مفهومش است در اون صحابه و توی استاد هر سوک چی بینه صحابه در اوز هم تطبیقی که مثلا زین علماء یا دین نیکان سکله دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبر سره نزدیکی اته من دا ادب مراد
جگا اول بند خبری نکی یا ده حدیث درسی ده حدیث درسی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم الفاظ او عبارات تکراری دلت سرای با چه وگی؟ با ادب کی حالت سو جگا آواز بند خبری مدا یقین نسی ده صحابه و پو تیم کی و خود دلتا مطلب آغاد است وسم علماء وایسه وسخ و آخ پل نشتا سکل ده حدیث مجلس باید ده ادب مراعات سی مفهوم دیر شما توجیه شدن کسانی که صدای خود را پایین میکنن در حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم اینها در امتحان داخل شدن در امتحان کامیاب شدن و صاحب تقوا شدن قلبهایشان الله جل جلاله و امی صفت در قلبهایشان پیدا کرد لهم مغفرتون بر اینها بخشش است و اجر عظیم و اجر بزرگ است از طرف پروردگار برشون مغفرت است و برشون اجر بزرگ است وقتی که اجر را یک ذات بزرگ الله جل جلاله یک ذات بزرگ است وقتی که یک ثواب را بزرگ بگوید شما فکر کنید که او بسیار بزرگ خواهد یکی که یک انسان عاجز یک چیز را بزرگ بگوید او خوب است یک چیزی که خواهد بگوید ولی الله اگر یک چیز را بزرگ بگوید او یک اجر و ثواب بسیار بزرگ است در پلان ما این بود که تمام سوره کهف این چیز را حجرات را خلاص میکردیم یکی خود ناوقت شروع کردیم و یکی که بازم الحمدلله میسته که وقت ضایع نمیکنیم متوجه هستین دعایی که براتون گفتم میشه او دعا را بعد از نماز ما و شما باید یاد بگیریم که اللهم اغننا بحلالك عن حرامك کی دعا را کی حفظ کرده شما بگوید بگو اجسیف خودت اللهم اکفنی بحلالك عن حرامك خیر ببینی و بطاعتك عن من سواك و بفضلك و بفضل و بطاعتك عن معصيتك ما یه چون در الفاظ آجزه و اغنینی گفت ما اغنینا به خاطر که بر خود اگه دعا میکنی به ما بر کل اغنینا اللهم اغنینا ما را غنی بساز اغنینی ما را غنی بساز اللهم بگوین شما اللهم اکفینی به حلالك عن حرامك و اغنینی به فضلك عن من سواك اگر به حساب تنهایی دعا میکنی بر خودت خویی اگر مثلا به حساب جمعی احادیث و دعاها سعی کنیم به الفاظ و عبارتهای مختلف میاد عجیب اللهم اکفینی مرا کافی بساز و اغنینی ای به روایت و به شکل دیگه آمده اغنینی مرا غنی بساز و اکفینی مرا کافی بساز بنان شما یک حدیث بر چندین شکل شما پیدا میتونید توجه هستین دیگه اینمی و این دعا باید حفظ شد و تطبیق شد در غیر زو خود زیاد شده میره باز بعد از او انسان امطور عادت میگیره باز میگم تو برو دیگه اون رقم باشه بنابراین کم یاد بگیریم و او را تطبیق کنیم دعای بیدار شدن از خواب دعای خارج شدن از منزل و غیره مسائل ما شما چی کنیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین